سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به اولین مصاحبه ی وریا غفوری بعد از آزادیش میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. این روزا برای حکومت هر کسی که در فضای مجازی فعالیت کنه خطرناک محسوب میشه و ازش میترسه، چه برسه به بازیکن تیم ملی یا باشگاهی، اونم کسی مثل وریا غفوری، بازیکنی که برای تمام مسائل اجتماعی و سیاسی متن می‌نویسه و از عملکرد دولت و حکومت بدون ترس انتقاد می‌کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 3 آذر خبر دادند که وریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. این رسانه‌ها جزئیاتی درباره توهین توسط وریا غفوری ارائه نکردند، ولی به نظر می‌رسد که استوری او در مورد تیم ملی فوتبال با عنوان بی‌شرف در صفحه اینستاگرامش به عنوان توهین تلقی شده. ساعتی بعد از انتشار خبر بازداشت بازیکن تیم فولاد خوزستان، حمیدرضا گرشاسپی، مدیر عامل این باشگاه فوتبال، نیز از سمت خودش استعفا داد. وریا غفوری که اصالتاً کرده و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و استقلال تهران بوده، در هفته‌های اخیر به ویژه بعد از سرکوب گسترده مناطق کردنشین ایران، به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته و خواستار پایان کشتار کردها توسط نیروهای امنیتی شده. او پیشتر نیز علیه ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه هم موضع گرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست‌ها رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از جمله اونها میشه به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری اشاره کرد. برخی دیگه شامل یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، نیز به دلیل حمایت از معترضان احضار شدند. موضع‌گیری‌های علی کریمی و علی دایی نیز خشم مقام‌های جمهوری اسلامی رو برانگیخته بود، تا جایی که قوه قضاییه از تعقیب قضایی آقای کریمی خبر داد و گذرنامه علی دایی نیز هنگام ورود به فرودگاه ضبط شد. عدم واکنش اعضای تیم ملی فوتبال به اعتراضات سراسری در ایران با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شده بود. حالا اما وریا غفوری بعد از بازداشت و حواشی آزاد شد تا موقتاً دوران بازداشت این مدافع راست محبوب فوتبال ایران که حتی در جهان هم بازتاب پیدا کرده بود با قید وثیقه به پایان برسه. به گزارش ورزشی، چند شب پیش بود که خبر دستگیری وریا غفوری، دفاع راست تیم فولاد خوزستان، کاپیتان سابق استقلال و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، تبدیل به خبر اول رسانه‌های ورزشی و غیر ورزشی ایران شد. اما به هر روی خبر بازداشت غفوری به سرعت با واکنش پررنگ اهالی هنر، سیاست و ورزش کشور روبرو شد و موج حمایت از این فوتبالیست محبوب به اوج خودش رسید. موجی که حتی باعث شد خبر بازداشت وی تبدیل به تیتر بسیاری از نشریات معتبر جهان بشه. حالا در شرایطی که پرویز برومند، فوتبالیست بازنشسته و دروازه‌بان سوم تیم ملی ایران در جام جهانی فرانسه، همچنان در زندان به سر می‌بره که البته خبر آزادی او هم به گوش می رسید، خبر آزادی وریا غفوری با قید وثیقه برای خانواده فوتبال و ورزش کشور خبر خوبی محسوب می شد. خبر آنلاین در خصوص آزادی وریا غفوری نوشت: کاپیتان سابق استقلال و بازیکن فعلی تیم فولاد که روز پنجشنبه بعد از پایان تمرین تیم خوزستانی دستگیر شده بود، امشب با قید وثیقه آزاد شد. گویا بر اساس دستور محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قرار شد به خاطر برد تیم ملی بعضی از زندانیان آزاد بشه. وریا غفوری هم بر این اساس آزاد شده تا بعداً تصمیم گیری در خصوص او انجام بشه. وریا غفوری آزاد شد، اما به نظر میرسه همچنان شرایط برای او عادی نخواهد بود و برخی گزارش‌ها نشان از برگزاری جلسه احتمالی دادگاه برای این دفاع راست سنندجی حکایت داره. اما صبح دیروز وریا غفوری با اعزام از زندان به دادسرا و انجام آخرین تحقیقات قضایی از زندان آزاد شد. حالا او در اولین مصاحبهش بعد از آزادی گفته: از همه ی عزیزانی که طی روزهای گذشته پیگیر وضعیت من بودند تشکر میکنم. خانواده‌ام، دوستانم و نزدیکانم به من گفتند که چه افرادی تماس گرفتند تا اقدامات عملی انجام دادند.
از اونها ممنونم و برایشان آرزوی سلامتی دارم. کاپیتان سابق استقلال با اشاره به تماس برخی از بازیکنان سابق تیم ملی با نزدیکانش گفت: از بازیکنان تیم ملی هم ممنونم که پیگیر شرایط من بودن. برای تیم ملی فوتبال در بازی مقابل آمریکا آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم بازیکنان تیم ملی بتوانند بهترین بازی خود را انجام بدن و سربلند از زمین خارج بشن. هرچند که بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل آمریکا با شکست همراه بود. او چندی پیش هم در پی اعتراض به شرایط مملکت این متن رو استوری کرد و منتشر کرد و نوشت: مگر می شود خیر بر شر پیروز نشود؟ خیر محکم خواهد ایستاد. شر با تمام قدرتش همیشه مغلوب مظلومیت، درستی و به حق بودن خیر می شود. شر چون فریاد نهیبیست که ریشه ای ندارد. خیر چون درختیست که آگاهی و شجاعت بارور و تنومندش می کند. به هیچ فریاد نهیبی نمی لرزاند این کهن درختی که ریشه ای به درازای تاریخ دارد. او در ادامه نوشته: روزگار عجیبیست. چه بی پروا در برابر آفتاب تابان پرنده را از داشتن آسمان آبی محروم می کند. چه بی پروا سکوت آرام بخش ساحل ما را با قدم های آهسته و هرز می شکند. گویی صدای زیبای پرندگان به مذاقشان خوش نمی آید. گویی نمی دانند آسمان با پرواز پرنده زیباست و ساحل با سکوت خاص خود دلنشین است. گرچه آهسته و یواشکی قدم برداشتید، اما رد چکمه های شما در ساحل زیبا و آرام بخش ما پاک نخواهد شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.